صاحب زیباتون بخیر، خوش آمدین و فعلا هم خوشبختانم مهماندار هستیم. پس خواست مهمان عزیز ما رو به معرفی بگیرن. شبانه جان. بله، آقای عبدالقهار صافی کارشناس مسائل اقتصادی با ما هستند در برنامه و در مورد نقش اقتصاد خوب در خانواده صحبت می داشته باشیم. پس شما هم خانواده های عزیزی بخش را با دقت کامل تماشا کنین. سلام صبحتان بخیر، خوش آمدین. سلام بر شما و سلام بر بیننده های عزیز شما و یک سلام خاص خدمت همکاران تکنیکی شما. ممنون شما آقای صافی، خیلی خوش هستیم شما رو در کنار خود داریم. بیشتر صحبت رو در مورد نقش البته اقتصاد خوب در خانواده که اقتصاد چقدر میتونه یک خانواده خیلی خوب داشته باشه، یا هم خانواده خوب یک اقتصاد خوب داشته باشه، چون همه منتظر از این هستن که یک اقتصاد خیلی خوب برخوردار باشن تو همین بعضی جار جنجالای که هست تا حدی هم توانسته باشن کاهش ببخشن. تشکر. گرچه سر از این موضوع برنامه های زیادی داشتیم، بازم خوشبختانه موضوع خیلی مهم هست. همه خانواده ها به یک امید آرمان هستن که ما چطور میتونیم یک اقتصاد خوب داشته باشیم و چطور میتونیم خانواده خود را مدیریت بکنیم تا یک اقتصاد خوب داشته باشیم و به همه اما چیزهایی که نیاز دارن و میخواین در آینده داشته باشن برسن. موضوع خیلی جالبی است که هر خانواده میتونه یک مدیریت اقتصاد سالم در خانواده داشته باشه. بله. اقتصاد تنها بحث نیست که ما در سطح کشور بحث بکنیم. بله. آغاز اقتصاد از یک خانواده میشه که ما چطور میتونیم خانواده خود را مدیریت بکنیم، چطور میتونیم مصارف گزاف جلوگیری بکنیم، چطور میتونیم در آینده ما بتونیم یک خانواده باشیم که یعنی نیازمندی های خود را خودمون مرفوع بسازیم و محتاج دست دیگران نشیم. بحث کلی در اینجا از هر خانواده میتونه که به 3 پلان یا 3 امو کتگوری تقسیمات بکنه خانواده خود را. پلان هایی که تعیین میشه پلان های کوتاه مدت است، طویل مدت است و میان مدت هست. ببینین پلان های طویل مدت کدام پلان ها را ما گفته میتونیم در خانواده البته که ما بتونیم یک اقتصاد خوب داشته باشیم. مثلا ما فکر میکنیم برای فرزندای خود که فرزندانمان بتونه تحصیل بکنه در آینده یک پسنداز داشته باشیم. یعنی همه ابعاد، حتی ما بیشترم صحبت یک بحث شدم رو یکی از دوستا، ما گفتم اگر ارسطو هم بیاد در افغانستان مشکل است که خانواده های افغانی را بتونه مدیریت بکنه، چون مشکلات اقتصادی خیلی وجود داره. ولی خوشبختانه ما میتونیم یک مقدار خانواده ها را به 3 کاتگوری تقسیم بکنیم که خانواده های سطح عالی هست، متوسط هست و سطح پایین هست. خانواده های سطح متوسط خیلی خوب میتونن مدیریت شون و خانواده های سطح عالی بهتر از اون. اگر ما مثلا هر قدر هزینه ما یعنی مصرف ما بلندتر بره، اما قدر ما مثلا باید عاید بیشتر داشته باشیم. اگر عاید کم میشه مصرف باید کم شوه. چه خوب است که ما بتونیم، اقتصاد علم بهینه از امکانات است، ما بتونیم از امکانات خیلی کم بتونیم کارهای خیلی بیشتر انجام بدیم در خانواده های خود. یک مامور مثلا 15,000 افغانی یا 12,000 افغانی در یک خانواده معاش داره. قبل از اینکه معاش میگیره او باید یک تقسیم اوقات با خود جور بکنه، یک جدول با خود جور بکنه که مثلا مصارف ضروری، مصارف نیمه ضروری و مصارفی که ما باید پس انداز بکنیم تقسیمات باید بکنه. مثلا قبل از اینکه شما معاش میگیرین همه ابعاد سنجش میشه. فرزند خانواده با پدر میگه که ما فلان چیز میگیرم، دخترای خانواده و همچنان ابعاد دیگه هست که در خانواده قبل از اینکه معاش بیاد تقسیم میشه و خلاص میشه. بالاخره در فکر پس انداز کسی نیست که ما یک چیز را باید پس انداز بکنیم بر آینده بهتر خود و فرزندان خود و زندگی که ما بتونیم یک زندگی یک نواخت را داشته باشیم و یک زندگی داشته باشیم که محتاج دیگران نباشیم. پس چی خوب است که در زندگی خود همه مردم افغانستان 3 تقسیم بکنند در خانواده، 3 تقسیم اوقات بسازند. یکی که ما بتونیم از لحاظ اقتصادی خوب باشیم، از لحاظ فرهنگ خوب باشیم و از لحاظ در اجتماع. ببینین امید تقسیم نکردن یا مثلا بدون برنامه بودن در یک خانواده تاثیرات خیلی منفی را بالای همه اعضای خانواده بر بار میاره. اگر بتونیم مدیریت سالم بکنیم عاید خانواده را، بر 2 نفر یا 1 نفر اکتفا میکنه که در یک خانواده کار بکنه و تمام خانواده، تمام ابعاد خانه را بتونیم با یک سیستم عیار بسازیم که ما بتونیم اگر بخش تحصیل ما است، اگر بخش صحی است، حتی ما میگیم در وقتی که مثلا در خانواده نیاز به تفریح می داشته باشه، سفر به ولایت افغانستان چی باشه و چی به خارج از افغانستان باشه تنظیم باید شوه. مثلا یک خانواده تصمیم میگیره که در این مثلا اگر من معاش گرفتم تمام اعضای خانواده را میبریم با یک سیاحت،
مثلا به یک ولایت یا به یک جای دیگه. این باید پیش از پیش گنجانیده شود که یک پولی باشه که واقعا یک پول اضافی که ما در امو اسکیجول خود گرفتیم اضافی باشه. بعدش ما بتونیم بریم به سیاحت و یا تفریح. اگر یک فرد از خانواده گرسنه باشه و بخواد که خانواده بگه که ما بر تفریح میریم و یک فرد از خانواده پول امو رفع نیازمندی های تحصیل خود را نداشته باشه بگه که ما تفریح میریم، پس یک خانواده است که واقعا مدیریت سالم اقتصادی نشده. و خانواده هایی که مدیریت سالم اقتصادی می داشته باشند همیشه وقت مطابق با یک تقسیم اوقات و یک اسکیجول پیش میرن که پیشتر ذکر کردم برای شما. دقیقا نکات خیلی خوب را شما اشاره کردین جناب صافی. میشه در مورد ای که حالا در خانواده پدر و مادر بیشتر مدیریت دارن و بیشتر کنترل میکنن هم فضای خانواده یا همو نظم و دیسپلین را که برقرار میسازن، حالا شما را اشاره داشتن به ای که چطور بتونیم پول ما را مدیریت کنیم. قبل از اینکه خانواده ما را، قبل از اینکه همون نظم و دیسپلین در خانواده ما حاکم بسازیم، در قدم نخست همون پولی که بر ما یعنی آیده که داریم نظر به مصارفی که داریم چطور بتونیم که تقسیمات داشته باشیم و بتونیم که همون نظم و دیسپلین یک خوبی را در خانواده ما ایجاد بکنیم. تشکر. بحث را پیشتر هم یادآوری کردم، در خانواده دو شخص خیلی مهم وجود داره که یکی پدر هست و یکی مادر هست و سیستم مدیریت خانواده دست همین دو بزرگوارای می باشه که یعنی واقعا میوه های کمیافت هستن. امر طبیعی است که در خانواده زمانی که پدر یا مادر کار میکنن و معاش میگیرن، من در خانه یک نفر مسئول مالی هست در خانواده که معمولا مادرهای مهربان هستن و یا معمولا خواهرای بزرگ خانواده هستن و این معنا که قشر مناس یا مثلا خانواده هایی که واقعا به این فکر هستند که زنها میتونن درست مدیریت بکنن پول را، همیشه وقت پول به نزد خانما میباشد در بعضی از خانواده ها. یعنی هر آن چیزی را که شما گفتین چطور میتونیم ما مدیریت بکنیم پول خود را، بیشتر هم یاد کردم قبل از این که عاید ما باشه باید ما در خانواده همه تدابیر خود را داشته باشیم قبل از آمدن معاش در خانواده. یک لیست قبل جور شود که مثلا ما در بازار مثلا به نیازمندی های اولی خود را اول باید سنجش بکنیم، کتگوری بندی شود هر نیازمندی. مثلا چیزهایی که خیلی مهم هست در خانواده نیازمندی اولیه ای است که ما باید مواد خوراکی به خانه بیاریم، چیزهایی که نیاز اولیه است در خانواده، بعد از او مثلا موضوعات صحت خانواده مهم هست که به خاطر از اینکه اگر خدای نخواسته دفعتن یک مریض پیدا میشه ما باید چی بکنیم، پول از او باید مشخص اونجا باشه. در قدم سوم بخشی از تحصیلات اطفال و خانواده ها هستن که مثلا یکی از جوانای خانواده مثلا مصروف تحصیل در دانشگاه هستن و یک بعضیشان در مکاتب. این چیزهایی است که باید تقسیم بندی شود و همش پیش بینی باید شود در خانواده که ما بتونیم یک مدیریت سالم در خانواده داشته باشیم و یک اقتصاد خیلی خوب در خانواده داشته باشیم. بله واقعا آخر صافی شما شریک خیلی خوب باید داشتین که مدیریت حالا چگونه میتوان داشت در خانه و هم مدیریت پول باشه. بعضی هستن زمانی که حالا درست ماش خیلی درآمد خوبی دارن، از درآمدشان کردن مصرفشان زیاد است چون اینا نتونستن که درست مدیریت کنن پوله. اگر در خانه هم بعضی هستن، بعضی البته تمام شدن که تمام هموطن هایی فکر خورد کردن تمام میگن نه، بعضی هستن که اگر درآمد زیاد دارن مقداری از پول را به فامیل نمیگن و اصلا نمیگن که من چقدر ماش دارم، فیصدی کمش هم میبردارن و در جیب خود میگذارن تا مصرف خودشان باشه و باقیش هم میتن به فامیل دیگه دیده او رو پس برشان هر قدر که لازم دید میتن. ولی مهم اینجا ایست که این بیتمادی نناشم ده بیتمادی که زمانی که به وجود میایه چقدر میتونه به اقتصاد یک خانواده ضربه وارد کنه. تشکر. بحث خیلی خوب است. پیشتر هم یک موضوع خیلی خوبی رو شما داشتین در مورد فرهنگ افغانستان. بله. افغانستان یک کشور فرهنگی هست و یک کشور عقیدتی هست. ببینیم بس این یک مروج هست در بعضی از خانواده ها، قسمی که شما اشاره کردین بعضی از دوستای ما هستن که مثلا مقدار معاش خود را کاملا در خانه نمیگن و بالاخره یک مقدارش را به خانواده تسلیم میکنن، خانواده مجبور هست به اون مقدار مدیریت بکنه خانواده خود را. ما پیشتر گفتیم چه خوب است اگر فرهنگ درست داشته باشیم، بحث اعتماد سازی هست، چه خوب است که یک فرزند همیشه وقت صادق در خانواده خود باشه. ببینین یک شخص اگر بر خانواده خود صادق نباشه او بحث بسیار وسیع میشه که او بر دوست خود بالاخره به وطن خود چطور صادق بوده میتونه. بله واقعا بحث بی‌اعتمادی از همین جا آغاز میشه. ببینین ما و شما فرهنگی را داریم در افغانستان
مشکلات خانواده ها بسیار زیاد هست در افغانستان. همه مردم 90% مردم افغانستان با تشویش روحی و روانی دچار هستند. اگر قرار باشه یک فرزند در خانواده معاش مقدار معاش خود را کم بگه، بالاخره اعضای خانواده بفهمند که اصل معاش یا اصل عاید همین خانواده ما چقدر هست، یک سلسله مشکلات به بار میاد. حتی مشکلات از این است که فرهنگ افغانستان همین قسمت جدا شدن از خانواده و بالاخره بعضی موضوعات دیگه. بحث کلی در اینجا است که ما بتونیم از ابتدا فرزندای خود را قسم تربیه بکنیم. واقعا تنها با دروغ ما میتونیم بسیار مشکلات را در تمام افغانستان به بار بیاریم. ما میخوایم در این موضوع اقتصادی یک بحث اسلامی را هم شریک بسازم. پیغمبر اسلام یک روز کسی آمد گفت که برای ما یک نقصه را نشان بدین، ما میخوایم مسلمان شوم، اضافه تر از اون یک کلمه برای ما بگو. پیغمبر اسلام برش گفت که دروغ نگو. و هر زمانی که میخواست یک کار غیر اسلامی را انجام بده، زمانی که صحبت پیغمبر اسلام در یادش می آمد که می گفت که دروغ نگو، می گفت اگر من این کار انجام بدم با پیغمبر اسلام گفته نمیتونم و اگر ما برای دروغ بگیم پس من از گپ خود می گردم. از همه ابعاد منفی جمع شد. بالاخره آمد گفت که پیغمبر اسلام واقعا تو پیغمبر بر حق هستی، ما باید کلمه می خواهیم ایمان بیارم. اگر همین موضوع را تحلیل بکنیم که دروغ کلمه هست که اما شامل تمام بدبختی ها میشه، چه در خانواده، چه در ادارات، چه در بسط یک کشور. پس چی خوب است که ما بتونیم اول بر خود، بعدش بر خانواده خود صادق باشیم. همیشه وقت اشخاص و افراد صادق خیلی خوب میتونن مدیریت بکنن خانواده خود را. با استثناء از افرادی که مثلا دروغ میگن برای خانواده خود و اما مقدار معاش خود را کتمان میکنن. پیام ما برای دوستایی است که واقعا اگر میخواین که خانواده خیلی سالم و یک خانواده خیلی که ما بتونیم با او از لحاظ اقتصادی مشکل نداشته باشیم، همیشه وقت قدم نخست اقتصاد هم صداقت هست. اگر در خانواده صداقت وجود نداشته باشه، واقعا اگر اقتصاد سالم وجود نداره. به خاطر از اینکه همه میخواین کتمان بکنن، دروغ بگوین، حقایق رپورت بکنن و نتونن، به خاطر از اینکه در آینده اگر اقتصاد خیلی خوب داشته باشیم، در اقتصاد همیشه باید انسان آینده نگر باشه. بر افراد از خانواده ها همیشه وقت ما باید آینده نگر باشیم که مثلا اینی فرزند ما در اینی بخش تحصیل میکنه، مخارج و مصارف تحصیل خود را باید برش پیش از پیش پیش بینی شود. در خانواده صحتش همچنان ببینید، در خانواده هایی که پیش بینی نمیشه همیشه وقت دچار مشکلات هستند، مقروض هستن همیشه وقت. همیشه وقت ببینید که ما ولی از فلان قرضدار هستیم، از فلان قرضدار هستیم. چرا؟ به خاطر اینکه نمیتونن مدیریت سالم داشته باشن. اما کسی که برای شما قرض میده، شاید مقدار معاش از او هم همه قدری باشه که شما میگیرین، ولی او بهتر مثلا مصرفش خوب است، مدیریت کرده خانواده خود را، پول خود را مدیریت کرده. از مصارف بیجا مثلا که ما و شما یک فرهنگ عرف بسیار البته در افغانستان داریم که در هر عروسی و در هر خوشی و در هر جایی که ما میریم باید یک لباس جدید بپوشیم. بله. اگر از لحاظ اقتصادی سنجش بکنیم واقعا کار نادرستی هست. چرا؟ ما انسان همیشه وقت به لباس شناخته نمیشه. کالای ما فشن بپوشه، بر از او قدر عزت شو با کسی. نه خیر. پس سیستم زندگی خود را قسم بسازیم که در زندگی اولویت بندی بکنیم زندگی خود را. لباس بر ما در آینده مثلا اقتصاد شده نمیتونه که ما مثلا لباس ما فشن بسیار زیاد در خانه داشته باشیم و بر ما نان بیاره و اما تحت لفظی بگیم که همه دوستا بفهمن. یا مثلا عمل کرد ما مثلا یک شخص از خانواده را ببینین، شاید در سطح بسیار پایین، اقتصاد پایین داشته باشن، ولی شخص ببینیم با یک لباس بسیار مفشن و بالاخره با مو اصطلاح آمیان استایل خیلی بالا مبره میگرده. او چی است؟ از مصارف خانواده بالای وجود خود مصرف میکنه، بالای لباس خود مصرف میکنه، حتی بالای مو روغن موی و بالاخره همه عباد دیگه که هستن جوانایی که مصرف میکنن، بالای از اونا مصرف میکنن که هیچ نیازی نیست. پس اگر ما میتونیم، اگر بخوایم که یک زندگی خیلی خوب داشته باشیم، اگر میخوایم که یک زندگی، یک اقتصاد خیلی خوب داشته باشیم، اگر در خانواده اقتصاد خوب داشته باشیم، همه خانواده ها اقتصاد خوب داشته باشن، بالاخره افغانستان یک اقتصاد خوب می داشته باشه. اقتصاد دو بخش داره، یک اقتصاد کوچک و یک اقتصاد بزرگ که بسط اقتصاد بزرگ بسط جهان بس میکنه، یعنی بسط کشور، و اقتصاد خرد بسط خانواده ها. اگر ما اقتصاد خرد خود را خوبتر و بهتر بسازیم، پس ما میتونیم که به اقتصاد بزرگ و اقتصاد وسیع به سطح افغانستان و به سطح جهان برسیم. بله، واقعا ممنون از شما از اینکه تشریف آوردین. سپاس از شما هم. تشکر. سلامت باشین. ممنون. حالا هم یک وقفه کوتاه، دوباره برمیگردیم. ما رو همراه باشین، تنها نگذارید.